با سلام و درود. گزارش می رسد که نیروهای روسیه ناحیه صنعتی اودیوکا، یک شهر مهم مشرف و کوپیانسک و در مسیر شهر کلیدی خارکوف تصرف کردند. پهپادهای سیارنگ روسیه همزمان شبانگاه به طور دستجمعی بر کیف پایتخت اوکراین حملهور شدند و استفان گاردنر میگوید که پوتین آماده ضربه زدن بیشتر بر پایتخت اوکراین است. خب چیزایی که در اوکراین اتفاق میفته، موج جدیدی از حملات است، در به اصطلاح میتونیم بگیم حملات زمستانی بگوییم که انتظارش میرفت. خب این اوکراین آل یک سکوی ویران است دیگه، که از این سکوی ویران همیشه در عرصه داخلی سرزنش ها، تهمت ها و ملامتی ها به یک دیگه پرتاب میشه. در داخل کیف روابط جنرال ها با زلنسکی کاملا تیر است، امکان تغییرات هست، هر نوع اتفاقات ناگوار که اصل قابل پیش بینی نباشه اینجا وجود داره. روزنامه‌نگار آمریکایی گفته است که استفان گاردنر زلنسکی مدعی است که انبارهای آمریکا خالی است و این افشای یک راز است. بنابراین زلنسکی آمریکا را به دلیل نداشتن تجهیزات نظامی کافی که برای اوکراین بده افشا کرده. یعنی ما یعنی آمریکا در واقع خود در یک موقعیت وحشتناک قرار میدیم. ممکن است تجهیزات کافی وجود نداشته باشه، اما ای که زلنسکی این موضوع را به عنوان شکایت افشا میکنه موضوعش فرق میکنه. گاردنر میگه پوتین ضربات زیاده و کیف خواهد زد. امی ضربات از چند به این طرف شروع شده، خواستن دیشب تقریبا 75 پهپاد برنگ سیاه بر کیف حمله کردن. داره که کیف از تمام شدن اسلحه صحبت میکنه، ارتش روسیه قوی تر و تحرک خود آغاز کرده. چرا؟ مثلا حمله کم سابقه در شب تاریک بر پایتخت اوکراین. مقامات نظامی اوکراین گفتن بزرگترین حمله بود، هم حمله پهپادی از ابتدای عملیات نظامی که از فوریه 2022 شروع شده، شدیدترینش بود. چیزای متناقضی گفتن. مثلا جنرال میکولا اولشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در پیام رسان تلگرامی خود نوشت که کیف اصلی ترین هدف حملات پهپادی بود، اما یه آدم مدعی شد که همین فرمانده نیروهای هوایی که روسیه در کل 75 پهپاد علیه اوکراین پرتاب کرد که 74 تای از اونا منهدم شده. خب این نکته یادتان باشه، بعدا یک مورد متناقض با وسیله زلنسکی گفته میشه. سرگی پوپکو رئیس اداره مدنی و نظامی کیف است، میگه این حمله شدیدترین حمله بود و یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین هم تایید کرد که سیستم دفاعی هوایی اوکراین 66 هدف هوایی را بر فراز کیف منهدم کرده. سرگی پوپکو میگه که حمله روز شنبه ساعت 4 صبح به وقت محلی آغاز شد تا 6 ساعت ادامه داشت و موجب قطعی برق در 77 ساختمان مسکونی و 120 نهاد شد. خب قرار گفته فرمانده نیروی هوایی اوکراین فقط یک پهپاد به هدف خورده، اما اینجا بعدا یوری ایگنات میگه که سخنگوی نیروی هوایی 66 هدف هوایی از جمع 75 پهپاد به اصطلاح زده شده، یعنی لااقل 9 پهپاد به هدف خورده. پس چرا یک تناقض است؟ فرمانده نیروی هوایی
یک نکته را میگه، سخنگوی نیروی هوایی دیگه بی‌نظمی را میبینه. ما از بی‌نظمی میفهمیم که هر دوی اینها راست نمیگن. از روی بی‌نظمی وزیر انرژی اوکراین میگه که در نتیجه حمله 17,000 نفر با قطعی برق مواجه شدند. زلنسکی در پیام رسان تلگرام خود گفت متاسفانه سربازان ما نه همه بلکه اکثر پهپادها را منهدم کردند. خب پس معلوم میشه که در حدود 10 پهپاد به هدف خورده باشه. ای البته خبر یک طرفه است که من از منابع روسی ثقه کرده نتونستم که از 77 پهپاد 136 شاهد 136 چقدر به هدف خورده. خب به هر حال این حمله یک در از نظر تاریخ وقوع خود نمادین بود. در تاریخ اوکراین مدرن، اوکراین فعلی، یک روز یاد بود است به نام هولودومور. هولودومور همو یک قحطی بسیار بزرگی است که در زمان استالین در 1933 و 34 بله در این در اوکراین رخ داد که منجر به قحطی بسیار بزرگ شد و در دوران استالین 3 تا 4 میلیون نفر اوکراینی از گرسنگی جانهای خود از دست دادند. که در صبح روز یاد بوده همون هولودومور این چنین حملات پهپادی دست جمعی صورت گرفته. ما اینجا ایتون فکر میکنیم که مثلا جنگ تاریخ هم میبینیم، یعنی زمان این حملات با یک محاسبه انتخاب شده بود. خب هشدارهای حمله هوایی جالبیشی بود که در وقتی که زلنسکی صحبت میکرد با تعدادی از رهبران کشورهای اروپایی، یک بار وقتی که تیارات حمله کردند تا آژیرای خطر هوایی به صدا درآمد در کنفرانس مطبوعاتیشان، یک بار به شمول زلنسکی همه رهبران اروپایی گریختن به طرف پناهگاه. در این کشور دیگه روی آرامش کسی نخواهد دید. حال ناآرامی اوکراین یعنی انتقال کرده به یک کشوری که غرق در آرامش و شادی بود به نام فنلند. یعنی روزای آرامش فنلند به عنوان شادترین مردم دنیا ظاهرا دیگه ختم شده. چی کردن؟ اینا خود در گیر ناتو دادن، عضو ناتو ساختن. یادتان باشه اگر ما مرده شما زنده، فنلند یکی از هدفهای بعدی روسیه خواهد بود، هرچند که عضو ناتو است. هدف بعدی دیگه هم پولند است. هدفهای یعنی دارای اولویت درجه اول 3 کشور بالتیک خواهد بود. این جنگ توقف نمیکنه. چرا؟ تا زمانی که این جنگ مثلا یعنی به نتیجه نرسه دنیای چند قطبی شکل نمیگیره. عزیز آبیه گفت افزایش فعالیت های نیروهای مسلح فنلند در نزدیکی مرزا با روسیه. شما میبینیم که فنلند با سن پترزبورگ بسیار نزدیک است، فاصله دریایی. اینا تا که میتونن حال قوا میرن. خب قابل پیش بینی بود وقتی که به عضویت ناتو درآمد باید به پایگاه ناتو تبدیل شود که شده. نخست وزیر فنلند پتری اورپو گفت که مقامات کشورش قصد ندارند با روسیه در مورد وضعیت مناطق مرزی گفتگوی سیاسی داشته باشند. گفتگو نمیگم که با گفتگو چیزی نمانده ایتا منظورش. شما ببینید این کشورها به اصطلاح کاسای داختر از آش شدن، خاصتا پولند و همین فنلند. حالا دیگه با تمرینات نظامی روی آوردن. در 2 هفته بیشتر اینا با تمرینات نظامی از
ازمي افتیس دهه 3 نوامبر تا اوامل تا اوایل دسامبر قرار است 5 رزمایش همه جانبه با حضور نیروهای هوایی، نیروی دریایی و تمام ارتش کشور برگزار شود. چیزی نکته جالب دیگه که به نظر ما خوردی است که استونیا کشوری کوچک، اینا در حال آماده شدن به هدف بستن سرحدات خود با روسیه هستند، یعنی با الگوگیری از فنلاند. این چیزا همیش در ذهن ما باشد، چرا حوادث در اینجا انکشاف میکنه؟ هیچ چیزی به دست نیامده، یعنی روسیه به اصطلاح اهدافی را که تعریف کرده برای خود در حوزه اوکراین به جزی که دونیتسک گرفته دیگه به هدف خود نرسیده. هدفهای بعدی استونیاس، بالتیک، پولند و فنلاند. نماینده ارشد اوکراین او دیوید آراخامیا نام داره، یه آدم گفته که روسیه حاضر است با ما مذاکره بکنه در صورتی که ما کاملا تعهد بدیم که ما یک کشور بی‌طرف است. یعنی او میخواد که کاملا تو را بی خطر بسازم. او نازی زدایی که گفتن شما را خل سلا کنه بس سلا. اما اینجا امریکا و انگلیس با در میان هستند، ناممکن است. و ای آرامخی آراخامیان میگه که در اوایل هم روسا حاضر بودن که مسئله را مختومه کنن، اما انگلیس و امریکا نگذاشتن، پای سربازهای اوکراین به یک جنگ بی حاصل کشاندن و پروسه را خراب کردن. او پروسه تا همین لحظه که ما شما در باره صحبت میکنیم پروسه دیگه شکل نمیگیره. حالا روسیه حاضر به مثلا پذیرش آتش بس نیست. چی؟ آتش بس چی هست دیگه؟ چیزی نمونده برای آتش بس. اونا میره به طرف کوپیانسک، آودیوفکا و حاشیه بخمود در دوباره عملیات شروع کردن در آسانی زمستان، یعنی در ورودی زمستان. چیزی که در حمله بر کیف دیده شد دیشب یک چیزی بود نو. روسیه 75 پهپاد نو شاهد 136 ساخت ایران در این جنگ استعمال کرد، اما قبل از اینکه اینا را در هوا پرواز بتن همه را به رنگ سیاه در آورده بودند، یعنی پهپادهای سیاه و هم در شب تاریک حمله کردند. با سلام و گفتیم مردم ما شما با همیتو چراغ گل. این چیز نو بود، در شب اینا رو پرتاب کردن. آله برای اوکراینی غیر ممکن است که اونا رو با مسلسل یا به وسیله چیزا سرنگون بکنن. و به همین خاطر است که گزارش که از اوکراین آمد که ما عد اکثر تمام پهپادها رو سرنگون کردیم قابل تایید نیست، باید با یک شک و با یک حس ارزیابی مجدد برخورد شده با اینا. پیا اسکوبار خو ما شما میشناسیم، روزنامه‌نگار معروف برزیلی. پیا اسکوبار میگه که این جنگ امریکا با کمک ناتو علیه روسیه است، این جنگ در اصل علیه اروپا است. چرا؟ یکی از اهداف نیوکان ها یا نیو محافظه‌کاران در امریکا صنعتی زدایی اروپا است که از کجا شروع شد؟ وادار ساختن آلمان اتحادیه اروپا را که روابط اقتصادی خود قطع کنن. وقتی که با این طرف قطع شد، یعنی ناگزیر با طرف امریکا باید وصل شود. یک جنگ اقتصادی بود که امریکا به هدف خود رسید. اما پی اسکوبار میگه که ما در آستانه بسیار خطرناک قرار داریم. وقتی که همه چیز علیه روسیه اینا به هم میریزن
و نتیجه هم نمیده، یک دیوانگی بار میه. کاری که مثلا با لیبیا کردن، کشور ویران کردن، یعنی به این امید که کنترل بخش بسیار حاصلخیز و مهمی از شمال افریقا را، در شمال افریقا را مثلا اینا به دست بیارن، در عراق هم کار کردن، اما نتیجه چی بود؟ در سال 2003 امریکایی شروع کردن و همراه ناتو شانه به شانه اینا در این مناطق جنگیدن و گفتند که ناتو صلح و امنیت ترویج میکنه. یک نمونه در تاریخ ناتو وجود نداره که ناتو صلح و امنیت در یک نقطه از جهان، یا در افغانستان یا در لیبیا یا در عراق اینا آورده باشه. درس تاریخ ای است. حال امون ناتو میخواه برای اوکراین صلح و ثبات بیاره، ایر پیو اسکوبار به عنوان یک فکت مطرح میکنه. در همین حال گزارشات پیشتر یادآور شدیم، ارتش روسیه منطقه صنعتی اودیوکا را گرفته. اودیوکا نزدیک از بکوپیانس و او که میره به طرف خارکوف. در این فصل زمستان بسیار زمستان سخت هم شروع شده. این منطقه از 2014 و بعد تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. حال گرفته شد، پرچم روسیه اونجا بالا شده. تازه ترین به اصطلاح تغییر در میدان جنگ همی است. یعنی در ظرف 24 ساعت تحرکات بسیار شدید شده. مثلا در استقامت خرسون نیروهای روسی بر یک مرکز کرنگی اونجا نزدیک شدند. از سمت غربی در حال پیشروی هستند. هوانورد به اصطلاح قوای هوایی و توپخانه روسیه به حملات خود در نزدیکی پل رایاهن ادامه میدن و حملات خود بعدا گسترش دادن به طرف منطقه پویما و پسچانومیه. در قسمت زپروژیا خط وربووی و ربوتین در اینجا جنگ شدید است، مگر تغییر نیامده. در زپروژیا شرایط آب و هوایی بسیار سخت است و همین به دلیل بارش شدید گل لای فعالیت حملات برای زمین به اصطلاح چندان نتیجه بخش نیست، کاهش یافته، اما توپخانه با تمام قدرت کار میکنه. وقتی که زمستان بود به این شکل جنگ بسیار سنگین نشده بود. در هر حال در جهت دونسک در مارینکا ارتش روسیه با مشکلات برخورده، پیشروی نداره. در جنوب جنوبی اودیوفکا که پیشتر یادآور شدم، اینجا در منطقه صنعتی اینا پیشروی کردن، گرفتن بیشتر منطقه تحت کنترل روسیه است و این منطقه یک منطقه کلیدی است، یعنی بخش از حومه غربی منطقه، منطقه خاکستری است که به سرعت گرفته خواهد شد. نیروهای اوکراین به شمال مثلا اودیوفکا عقب نشینی کردن. به طرف در حاشیه شمالی عقب نشینی کردند. در جناح شمالی ارتش روسیه وارد بخش جنوبی منطقه صنعتی کارخانه کوک در اویوفکا شده و نبردهای جدی همی حالا در جریان است. اما گزارش های در مورد کنترل کامل تصفیه خانه ها هنوز نهایی نیست، گزارش چندان نمیرسه. در شمال نیروهای روسیه در طرف کراسنو گروف که هم و حمله کردن. در جهت باخمود موازی جدیدی را در منطقه کلشچایف که در حومه شمال شرقی خط رای آهن است و در آندریف که اونجا بعد است آوردن. این پیش روایی های بسیار چیز که در تمام شبکه های خبری اینا نیامده و همچنان نیروهای روسی موازی از دست رفته خود در منطقه سینکوب که پس گرفتن. همه این چیزا در جنگ، یعنی بخش جنگ زمستانی است. و خبر پایانی در این برنامه است که وزیر دفاع روسیه رفته به افریقا در بورکینا فاسو. وضعیت در ساحل افریقا
یک آرامش موقت از وطندارای عزیز. در مالی، در بورکینافاسو، در نیجر، اینا وقتی که جنگ های دیگر دردان یک رقم آرامش موقت است. در اونجا چی است؟ وایدای واگنر تحرکات خود افزایش دادن. واگنر بیشتر دنبال داعش و القاعده میگرده در این منطقه و نیروهای مسلح مالی تقویت خود در منطقه کیدال مثلا موازی خود تقویت کردن و در صدد حمله بر دستجات به اصطلاح بومی افریقا که در سرای افریقا و تجدید سازمان دست زدن هستند، گروه های افراطی اسلامی اونجا در دست هر کس کشور هستند، بیشتر در دست اروپا و امریکا هست. برام در میان آیت وزیر دفاع روسیه رفته و بورکینافاسو به خاطر دفاع مسائل اقتصادی و نظامی، و رئیس دولت نیجر هم اولین سفر کاری خود به بورکینافاسو انجام داده و فکر میشه که مقام نیجر با وزیر دفاع روسیه به شکل مخفی دیدارای داشته باشه. ای بود به صلاح حاشیه از جبهه افریقا. به همین ترتیب ما به پایان این برنامه میرسیم که سرجمش ما میتونیم بگوییم که روسا در حال پیشروی زمینی بر نقاط بسیار مهمی در استقامت خارکوف، بخمود و مناطق دیگه بودن که گزارش